با درود خدمت دوستان توی این جلسه سعی میکنم که خیلی سریع به زیادی از های شما تو موردهای مختلف جواب بدم و تحلیلی که از قبل داشتیم و در واقع نتیجهش رو ببینیم و در موردش با هم صحبت کنیم اولین سوال این بود که یه نفر دقیقا دیفالت متا تریدرش این شکلی شده میگه برام سخته که برگردونم من سعی میکنم دوره ما جلسه ما طوری طراحی میشه که نیاز شماست و خیلی هم کاربردیه شما حتی اگه حرکت دست من رو الان دنبال کنین متوجه میشین که چجوری من نوارهای بالا رو میارم تو قسمت چارت برم چارت میاد روی این نوار تول هر کدوم از تو تول که برین دومین گزینه از ویو هست همشون الان تایم فریم هم میاد خیلی راحت پس این چیز عجیب غریبی نیست من خیلی این چیزها رو دوست ندارم بگم که خودتون کار کنین چون به حال مهارت همه مهارت های نرم افزاری هم شما باید در طی مرور زمان داشته باشید اگه بخواین به این سبک و سیاخ کار کنین در مورد گزینه های پایین هم گفته بودن که اینا میاد از بالا شما میتونین بزنین ترمینال یا کنترل تی رو بزنین حالا فرق نداره دیگه هر کسی میتونین اینا رو قبلا توضیح دادیم دیتا بگیرین از روی هر کنده ما توی وبلاگ آخرین بحثمون پاوند به کد بود که اومده بودیم گفته بودیم که اینجا در واقع تو این ناحیه چه اتفاقی من این چارت رو برای شما گذاشتم جوابم داشتیم جوابم سه تا حالت رو بررسی کرده بود حالا میریم سراغش ببینیم چه اتفاقی افتاده به این شکل است من اول چارتی رو که اون روز براتون گذاشتم رو ران میکنم با رنگ سبز روی پوینت دو هفتاد و شست و نو از این بالا خیلی راحت فکر میکنم همین جاها بود اومد بسیار رو همونجوری سبز میکنم من اون روز به شما یه همچین چارتی نشون دادم که قرار گذاشتیم اینجا چه اتفاقی میافته حالا من یه مقدار رو تکون بدم که شما انتهای چارت رو هم به راحتی ببینیم ما گفتیم ما اینجا بودیم دقیقا توی این لحظه بودیم اگه نگاه کنین دقیقا توی این لحظه است میریم جلو ببینیم دونه دونه چه اتفاقی افتاده در واقع اولین نکته و بسیار نکته بسیار مهمی که میخوام بگم اینه که این اولین خطای ماست اینجا اگه کسی ترید کرده شد دقیقا همون چیزیه که اشتباهیه که پیش میاد این نقطه این خط این خط این ناحیه شما نگاه کنید هفتاد هشتاد پی پی جای خوبی برای ترید نیست آرش به یه چیز خوبی اشاره کرده بود برای اینکه اگه این اینجا رو تاچ کنه بریزه بیا تا اینجا ریس تو ریواردش خوب نیست خیلی خوب بود یعنی عالی بود همینجورم هم ما باید برای بای اینو در نظر بگیریم بنابراین به نظر شخصه من سلیقه من ترید کردن یه کار خیلی سلیقه و این سلیقه شماست که نتایج شما رو متفاوت میکنه اما بیس کار یه چیزه یعنی اون ای که وارد ترید میشین یه چیزه من اولین نکته ای که گفتم ساپورت رزیستنس ها بود یعنی تقریبا میتونیم بگیم ساپورت رزیستنس بحث ما شروع کردیم این خطوط مهمی که ما صحبت کردیم گفتیم جاییه که خوب با قیمت بهش واکنش داده اینجا در واقع اولین ارور ماست خیلی جالبه که اگه ما اگه ما اینجا رو فرض کنیم من یه مقدار چون کوچیک کردم اینو حالا شما نگاه کنین اون بالا رو میخوام نوار بالا رو کاستومایز کنم به سلیقه خودم راحت میتونم همه اینا رو حذف کنم از توی چارت یا جابجاشون کنم اینم سوال دیگه ای بود که دوستان حتی این از سمت چپ میتونین چیزای جدید رو وارد بکنین خیلی بحثای کاربردی خوبی امیدوارم دوستان من خیلی حوصله همونجوری که میدونین در واقع حوصله ریس کردن رو ندارم بنابراین نگاه کنین الان میایم از اینجا به قبل اینجا کجا واکنش نشون داده حالا قابل قبوله تقریبا قابل این اینجا یه بار شیکونده اینجا هم واکنشش به اینجا نبوده من خودم خطی که در نظر میگیرم یعنی کاری که میکنم معمولا اینه که میام تایم فریم پایین حالا من دقیقا بیارم همونجا چون میخوام آینده بازارم با هم بررسی کنیم و اون موقع تایم فریم پایین اونجا نگاه میکنم ببینم که واکنشی که قبلا اونجا داده چه شکلیه به هر حال از نظر من خط قرمز قابل قبول تر از خط سبز پس یه نکته خیلی مهم اینه که شما اگه تو انتخاب خطوطتون توی این روش موفق نباشین همون ابتدا به سرعت معاملتون تو ضرر بسته میشه حالا به سرعت منظورم اینه که تو به حال میره تو سمت ضرر هیچ وقت روی مثبت رو نمیبینیم اگه اینجا بای بزنین ریس تو ریوارد تقریبا نمیدونم شاید بعضیا بگن که ریس تو ریواردش خوبه اما به حال با این روش من دنبال سیستم حتی یک به یک هم نیستم مینیمم ریس تو ریوارد شما یک به دوه یعنی باید باشه چون به حال ما بررسی کنیم چه اتفاقی میافته اگه نمیشه خب میریم جلو اینجا در واقع این اتفاق افتاد من خط سبز و دیگه کامل شما اگه ببینین واکنشی هم که نشون داده هیچ واکنشی نیست شاید اینجا میشد یه دونه بای جزئی گرفت اما خب به حال نتیجه نمیدم. حالا من خط رو میذارم باشه که با هم جفتش رو اصلا بررسی کنیم بریم جلو پس اینجا بود میاد جلو قیمت واکنش رو نگاه کنیم من میگم وقتی که دو تا کندل پشت هم یه خط مهم و توی یه جهت اگه اینجا دنبال با این سلین یه جهت کلوز و اوپنشون باشه دیگه اون خط از درجه اهمیت ساقط اینو میبنده چون نگاه کنید دیگه کانسلاده شده یعنی بازار رفته توی فاز مکس باز فاز رنج خیلی رنج تقریبا میشه گفت اینجا یه رنج پنجا پی پی بازار بوده میاد بالا قیمت و این واکنش رو نشون میده این کندل اول که اصلا برای ما قابل قبول نیست چون اگه مقایسه بکنی همچین کندل قوی نیست این سفیده اومدیم رسیدیم به این کنده من باشم این اولی رو واقعا ترید نمیکنم حالا اگه شما تریدم کرده باشین میگیم 49 و نو پنجا پیپ هم که باشه تقریبا صد یک به سه رفته با اینکه خیلی خوب نه من اگه این الگو رو ببینم کاری که میکنم اینجا ترید میکنم یه دونه سل استاپ میذارم پنج شیش پیپ زیر این دوتا کندل زیر لو این دوتا کندل فرض کنین قیمت اینجا داره میره بالا اما اینجا جاییه که همه اشتباه میکنم یه نکته ای که خیلی مهمه شما برای انتخاب خطوطتون بیاین اون جایی رو انتخاب کنین که خیلی مشخصه تابلو ترین نقاط و خطوط رو انتخاب کنین اما برای ترید کردن بیاین یه جایی ترید کنین که به هر حال درصد شانسش بیشتره بعد اومده قیمت ریخته حالا این یک به سم شده رفته خیلی هم سریع این حرکت رو زده یعنی اگه شما اندازه بگیرین خیلی فاصلش ترید بعدی که داریم و خیلی واضحه این تریده که من زیر اینجا معمولا زیر این نقطه ترید میکنم و جالبیش اینه که قیمت میاد این اولگو رو دیگه نمیدونم من اسمش اصلا میگم بلد نیستم بلدم که این زیر ترید کنم یعنی از این راحت تا شما نگاه کنین دو جا شما میتونید ترید کنین این قشنگی تکنیکال اینه شما یه جفت ارز رو انتخاب میکنی یه هفته فالوش میکنی دو تا سه تا با... یک به دو یک به سه میگیری راضی خیلی هم گرید نداری اما برگشت پولت خوبه یه درصد سرمایت هم که کار کنی خیلی عدد خوبی و جالبیش اینه اینجا رو نگاه کنید قیمت اومده ما اردرمون سل اوردرمون اینجا بوده سل استاپ اومده شیکونده بازار کانسردیت شده احتمالا نگاه کنی ساعت رو که من دارم میبینم بازار رنج آسیا بوده بعد بستن شدن نیویورک خودش تایید کرده روند اینجا بوده اومده بازارا که آسیا که باز شده بازار لندن که باز شده دیگه واکنش اصلی رو نگاه کنین خودش به لندن هم واکنش نشون داده یعنی خود اینجا یه دونه ترید دیگه ای هست میتونین ترید کنین اما حالا من اینو راجبش فعلا صحبت نمیکنم پیچیده میشه دوباره میگیم چقدر بوده چند پیپ بوده مثلا هفتاد من همیشه دست بالا میگیرم هشتاد پیپ بوده یک به دو که بذاری تا مثلا سد شست پیپ اومده خیلی جالبه بعد قیمت اومده من کوچیک کنم این اتفاقای پایینم در نظر بگیر نگاه کنید واکنش قیمت روی پایین خیلی خوب بوده روی خطوط پایینی حتی هایی که اینجا خودش ترید میتونه باشه خیلی جالبه ترید های مختلف ما اونا رو بررسی نمیکنیم نگاه کنید مثلا اینجا اینجا چجوری ترید میکنیم اینجا من کاری که میکنم میام تو تایم فریم پایینتر زمانش رو من ببینم کی بوده زمانش برای من مناسب نیست یعنی ساعتهایی که بازار آسیا اصلا تریدبل نبوده پس این بایی ما نگرفتیم قیمت اومده خیلی دیگه روزای آخره دیگه روزای آخر سال قیمت رو نگاه کنین حرکت خاصی نداره تکنیکال نیست خیلی از تریدر ها اینم خیلی نکته مهمیه این خیلی کنترلیه که باید رو خودتون داشته باشین حتی اینجا نگاه کنین چه واکنش قشنگی دیدین میبینین واکنش قشنگ اما فقط تماشاش میکنین لذت نمیبری ازش میدینی چرا چون که بازا روزای آخر سال اینجوریه وضعیتش با خودش معلوم نیست چی چند چنده نمیدونم جهت مشخصی نمیره دیگه از هر لفظی ما استفاده میکنیم که راحت تر باشیم پس این شد یعنی تقریبا ده روز حالا الان که چند روز بازار بسته است و اصلا من گفتم ترید نکنین از بعد 22 بوم تقریبا میشه گفت توی یه بازه مثلا پنج شیش،, شیش, روزی شما دو تا ترید داشتی دو تا ترید خوب داشتی دو تا ترید در واقع یه درصد داشتی که حالا ما میگیم با یه درصد شده سه درصد اولی به اضافه دو درصدم که دومی رو بگیریم پنج درصد شما زیاد کردیم این بیزینس دیگه شما توی پنج روز پنج درصد زیاد میکنیم حالا برای نمونه یکی از تا دسامبر یکی از اکانت که برام فرستادن و و براشون دارم بهینه میکنم رو در واقع یه سیستمی هست برای من فرستادن یکی از بخش تخصصی کارمان به این صورته که من اون سیستم رو بهینه میکنم تعداد زیادی هم سیستم تا الان بهینه کردم مثلا توی دو ماه شما میبینیم این سال گذشته است تا اواخر دسامبر شما به هر حال به عنوان یه بیزینس همیشه دوست داری که این عدده میانگینت بره بالا دیگه فوقلاده است یعنی 11 درصد 13 درصد فقط دو تا منفی در سال گذشته داشتم 3 درصد من, من خودم اگه بخوام حساب کنم این ستا رو سال ماه منفی حساب کردم بالای ده درصد و معمولا بالای نرف بهره رو که هفت درصد سالیان است ما توی این کار در واقع میگیم که میصرفه صرفه داشته و اون ماه مثبت بوده پورفولیو به سمت مثبت میره اما این سیستم اشکالش مشخص شما نگاه کنین به مرور زمان تا در واقع همینجوری اومده پایین این خودش به تنهایی خودش یه ارور داره یه مشکلی داره نمیدونم شاید سیستم و روزهای اول ماهای اول جوره دیگه کار گرفته می شده الان جور دیگه است به حال دنبال این هستیم که ببینیم فضای اموشنالش چه جوری احساساتیه چه تغییراتی اتفاق افتاده مرور زمان کارنسیایی که کار شده به چی ربط داشته به حال همه اینا دخیله پس شما در نهایت تصورش اینه که یه پنج درصد با ریسک مثلا یه مقدار در یه ماه این بیزینس شماست مثل همه بیزینس های دیگه که هر ما شما تلاش میکنی پروفایلت مثبت باشه امیدوارم که این تحلیل رو دوست داشته باشین تحلیل خوبی بود عذرخواهی قبلش میکنم من همیشه یه مقدار سعی میکنم بچه ها رو اذیت کنم تو خط گذاشتن هیچ وقت به خطای من من جلسه اول گفتم ما یه سری عیب و ایراد از قصد میذاریم توی دوره که متوجه بشیم که چه اتفاق میفته و در واقع خوشحالم که دوستان نظرات خودشون رو میدن همیشه